فصل دوازدهم. در همان موقع هیرودیس پادشاه به شکنجه و آزار عده‌ای از اعضای کلیسا پرداخت و یعقوب برادر یوحنا را با شمشیر کشت و چون دید یهودیان از این کار خوششان آمد قدم فراتر گذاشت و پتروس را هم دستگیر نمود. این کار در ایام عید فطیر اتفاق افتاد. پس پتروس را گرفته به زندان انداخت و 4 دسته 4 نفری را به نگهبانی او گماشت، زیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید فصح او را تحویل قوم یهود بدهد. به این ترتیب پتروس در زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و روز از صمیم قلب برای او به درگاه خدا دعا می کرد. یک شب قبل از آن روزی که هیرودیس می‌خواست پتروس را به دادگاه بیاورد، پتروس در زندان بین 2 سرباز با 2 زنجیر بسته شده و به خواب رفته بود و نگهبانان جلوی در زندان پاس می‌دادند. ناگاه فرشته خداوند در کنار پتروس ایستاد و نوری در آن اتاق تابید. فرشته به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت: زود برخیز. فوراً زنجیرها از دستهایش به زمین افتاد. فرشته به او فرمود: کمر خود را ببند و کفشهایت را بپوش. و او چنان کرد. سپس فرشته به او گفت: ردایت را به خودت بپیش و به دنبال من بیا. پس به دنبال او رفت و هیچ فکر نمی کرد آنچه فرشته انجام می داد حقیقت داشته باشد. او گمان می کرد این وقایع را در رویا می بیند. وقتی از پاسگاه های اول و دوم گذشتن، به دری آهنی که به طرف شهر باز می شد رسیدن. در خود به خود به روی آنان باز شد. آنها بیرون رفتن، از کوچه‌ای می گذشتن که ناگهان فرشته ناپدید شد. پتروس به خود آمد و گفت: حالا دیگر یقین دارم که خداوند فرشته خود را فرستاده است که مرا از دست هیرودیس و از آنچه یهودیان انتظار آن را داشتن برهاند. همین که به موضوع پی برد، به خانه مریم مادر یوحنا ملقب به مرقس که عده زیادی در آنجا برای دعا گرد آمده بودند رفت. وقتی در خانه را کوبید، کنیزی به نام رودا آمد تا در را باز کند. اما وقتی که صدای پتروس را شناخت، به عوض اینکه در را باز کند، از فرط شادی برگشت تا مژده دهد که پتروس بیرون در ایستاده است. آنها به او گفتند: مگر دیوانه شده ای؟ اما او اصرار داشت که راست میگوید. سپس گفتند: پس حتما فرشته محافظ اوست. اما پتروس پشت سر هم در میزد. وقتی در را باز کردند و او را دیدند، غرق تعجب شدند. پتروس با آنان اشاره کرد تا ساکت شوند و برای ایشان شرح داد که چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در آخر گفت: یعقوب و برادران را از این امور باخبر کنید. آنگاه ایشان را ترک کرد و به جای دیگر رفت. وقتی روز شد، پاسبانان بسیار مضطرب شدند، زیرا نمی‌دانستند به سر پتروس چه آمده است. هیرودیس دستور داد که همه جا دنبال پتروس بگردند، اما وقتی او را پیدا نکردند، از نگهبانان بازجویی به عمل آورد و حکم اعدام آنان را صادر نمود. بعد از آن پتروس یهودیا را ترک نموده به قیصریه آمد و مدتی در آنجا ماند. هیرودیس بغض و کینه شدیدی نسبت به مردمان سور و سیدون در دل داشت. به این جهت اهالی آن دو شهر به اتفاق پیش او آمدند و بلاستوس را که فراش خوابگاه شاه بود با خود همراه کردند و تقاضای صلح نمودند، زیرا کشور آنان در امر تغذیه و خوراک محتاج کشور هیرودیس بود. هیرودیس در یک روز معین لباس سلطنتی پوشید و بر تخت نشست و نطقی ایراد کرد. در پایان مردم فریاد می زدن،
این سخنان سخنان یکی از خدایان است، نه یک انسان. و چون هیرودیس جلالی را که از آن خداست به خود نسبت داده بود، در همان لحظه فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و کرمها او را خوردند و او مرد. پیام خدا هر روز با تأثیر بیشتری انتشار می‌یافت. برنابا و شاول وقتی مأموریت خود را در اورشلیم به پایان رسانیدند، به انطاکیه برگشتند و یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود بردند.